رضا ثقتی، مدیر کل پیشین اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی در استان گیلان. اینجا مراسم معارفه او، کسی که چند روز پیش از این سمت برکنار شد. در پی انتشار ویدیویی از رابطه جنسی دو مرد در شبکه‌های اجتماعی، ویدیویی که به اون نسبت داده شده. یکی از مسئولان تندرو جمهوری اسلامی و مؤسس کارگاه‌های عفاف و حجاب، از حامیان برخورد با مخالفان حجاب اجباری، کسی که بارها علیه آنچه ولنگاری فرهنگی و پوشش‌های زننده می‌خواند سخن گفته. باور ما و اعتقاد ما این هستش که مسئله حجاب و تقویت زیست عفیفانه بایستی توسط خود مردم هم راهبری بشه و هم مدیریت و پشتیبانی و ارتقا داده بشه. موازی متضاد با عملکرد خود او پشت درهای بسته در صورت صحت اتهام ها علیهش. در واکنش اداره ارشاد گیلان در اطلاعیه‌ای از شک و گمان درباره خطای یک مدیر گفته و وعده رسیدگی داده. رویه دولت انقلابی آن است که حتی شائبه فساد را هم بر نمی‌تابد و بدون هیچ گونه پیش داوری و تخریب حیثیت و آبروی افراد، پرونده موضوع را که حاوی ابهامات بسیار است، برای بررسی‌های بیشتر و رسیدگی‌های دقیق به دستگاه قضا ارجاع داده. اجازه نمی‌دهیم شبکه‌های معاند و خارجنشین، خناسان و بدخواهان مردم ایران این موضوع شائبه‌دار را دستمایه تضعیف جبهه فرهنگی پر افتخار انقلاب اسلامی کنند. موضوعی که به مجلس شورای اسلامی هم کشیده شده. در جلسه علنی امروز مرتضی محمودوند نماینده مجلس اتهام‌ها علیه رضا ثقتی را مصیبت بار خواند. از رئیس جمهور درخواست میکنم برای خدا هم که شده به این موضوع ورود کرده و وزیر ارشاد استعفا دهد. کسی که مسئول حجاب و عفاف بوده چرا باید چنین؟ سعید طوسی در کمیسیون اصل 90 موجود است. اگر این پرونده با وجود چند شاکی خصوصی برخلاف قانون، شرع و شرافت بایگانی نمیشد و متهم طبق قانون مجازات میشد، اکنون شاهد ظهور ثقتی ها نبودیم. گشت ارشاد برازنده این افراد است. اشاره به یک قاری قرآن نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی. سعید طوسی متهم به آزار و اذیت جنسی پسران نوجوان که از سوی قوه قضاییه تبرئه شد. اما بعضی دیگر به حمایت از رضا ثقتی برآمدند. این موضوع دو حالت دارد، یا چنین چیزی اثبات می شود که اتفاقا دولت اقدام عجولانه در عزل انجام داده است. تا زمانی که جرم اثبات نشده با چه عنوانی باید برخورد شود؟ اگر هم واقعیت داشته باشد جرم منتشر کنندگان فحشا بسیار سنگین تر از کسانی است که فحشا کردند. افراد شیطان صفت حرفی را مطرح کردند که توجه به این موضوع بر اساس آیات قرآن کریم و احادیث ضروری است. بر همین اساس اجازه ندهید حقی بر گردن شما بماند و این قضاوت‌های بیجا را کنار بگذارید. در واکنش رئیس مجلس گفته این موضوع در جلسه شورای عالی امنیت ملی مطرح شده. محمد باقر قالیباف هشدار داده تشهیر یا همان آشکار کردن این موضوع در صورت اثبات نیازمند حکم قاضی است. جنجالی شدن آنچه به رضا ثقتی نسبت داده شده اما از نگاه بسیاری از منتقدان نه به دلیل روابط خصوصی او بلکه آنچه نشانه‌ای تعبیر شده از ریاکاری و دروغگویی این مقام دولتی. در حکومتی که مسئولانش درباره خصوصی ترین زوایای زندگی شهروندان تصمیم گیری می کنند. مگه نمی‌دونید که رعایت حجاب یک الزام قانونی و شرعیه؟ به نام زیست عفیفانه و حفظ بنیاد خانواده حق آزادی پوشش را از زنان سلب می کنند و به مخالفان با مشتی آهنین پاسخ می دهند. کسانی که از انتشار تصاویر و هویت افرادی که هنجار شکن می خوانند ابایی ندارند. اما در خلوت خود ناقضان قوانینی هستند که برای دیگران تعیین کردند. باران عباسی، بی بی سی. پیمان بهبودی مدیر کانال تلگرامی رادیو گیلان از برلین آلمان با ما هستند. آقای بهبودی، این ویدیو ابتدا در کانال تلگرامی رادیو گیلان منتشر شد، چطور در اختیار شما قرار گرفت؟ خب من سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همکاران محترمتون در تلویزیون بی بی سی. من الان داشتم این گزارشی رو که خانم عباسی تهیه کرده بود رو مشاهده می‌کردم. متأسفانه رژیم جمهوری اسلامی همیشه مردم رو از نظر خبر به روز عقب نگه می‌داره. من احساس می‌کنم که این خبرها اصلا هیچ کدوم به روز نیست، چرا که
تصمیم ها گرفته شده. جناب آقای سقطی به شعبه سوم بازپرسی دادگاه رشت برده شده، تفهیم اتهام شده و الان در اختیار وزارت اطلاعات. عرضم به حضور شما در خصوص اینکه این ویدئو چجوری در اختیار ما قرار گرفت، بعضی ها اومدن یه ذره داستان سرایی کردن در خصوص این ویدئو که بله نمیدونم در مهمانسرای وزارت ارشاد بوده و این دوربین ها رو نمیدونم وزارت اطلاعات کار گذاشته یا سازمان اطلاعات سپاه کار گذاشته. اصلا یک همچین داستان هایی نبوده، بلکه این ویدئو در خانه چند ماه قبل جناب آقای سقطی بوده، یعنی 10 روز بعد از خاکسپاری جناب استاد ابتهاج، که اصلا تو فیلمم تو یه دونه از اون ویدئوهایی که ما منتشر کردیم دارن این دو نفر دارن با هم در مورد همین موضوع هم صحبت میکنن. این اینا در حال اسباب کشی بودن آقای سقطی، اینا از خونه اولشون به این خونه جدیدی که الان دارن. این تصویری که شما میبینید تو خونه قبلی جناب آقای سقطیه. آقایون زیاد اگر شک دارن این ویدئو رو همین الان وردارن برن اون کابینت هایی که در بک‌گراند هست، اون شیشه کاری هایی که شده دیگه تو این چند روز که نتونستن، چون ایشون بازداشت تشریف دارن دیگه نکردن که برن اونها رو تغییر دکوراسیون بزنن و همه چیز هم مشخصه. و این هم من خدمت شما عرض بکنم که آقای ذوالنور نایب رئیس مجلس و اون آقای دلخوش که دیروز تو صحنه علنی مجلس آمدن یه جورایی داد و فریاد و وامصیبت ها کردن، من خدمت این عزیزان عرض بکنم که ما شب قبلش که این ویدیو بله ببخشید آقای بهبودی، اگه بریم سر اصل مطلب، سوال من این بود که چطور در اختیار شما قرار گرفت؟ من ویدیو رو همون شخصی که تو اون فیلمی که شما دارید مشاهده میکنید و ایفای نقش میکنه، من فیلمو از ایشون گرفتم. خب ایشون احتمالاً با انتشار این فیلم در شرایط بسیار سختی قرار گرفته، یعنی شخص خود فرد هم همینطور، درسته؟ ایشون الان در بازداشت اطلاعات سپاه هستن. بله درست. اطلاعات واژه‌ای داره، کل اطلاعات استان گیلان هستن. بعد چطور این فیلمی که خودش هم در داخل اون ویدیو هست رو در اختیار شما قرار داد؟ در مورد انگیزش آیا صحبتی کرد؟ بله اتفاقا من ازش پرسیدم. به هر حال ما در داخل رادیو گیلان یه سردبیری داریم، یه گروهی داریم که به صورت جمعی تصمیم گیری میکنیم. اینجا خلط جمعی حرف اول رو میزنه. ما وقتی این ویدیو رو از این طرف گرفتیم، بچه‌ها از من خواستن که شما به عنوان سردبیر حتما انگیزه این طرف رو ازش بپرسید، و وقتی من انگیزه رو ازش پرسیدم که من دیگه یک جورایی مستعجل شدم، به 30 سال رسیدم، خواستم دست به خودکشی بزنم. گفتم اگر خودکشی بکنم، خودکشی بشه و خودم بمیرم هیچ فایده‌ای نداره وقتی کسی ندونه چه اتفاقی افتاده، و تصمیم گرفتم این فیلم رو در اختیار شما قرار بدم تا بدونید که عمق فاجعه کجا بوده و چه بلاهایی سر من آمده. درست. که من از ایشون پرسیدم که خب حالا دلیل کلی چی بود، اصلا چرا شما با ایشون ارتباط برقرار کردید، چه رابطه ای میتونسته اینقدر مستحکم باشه که این ارتباط عملی رو به وجود بیاره. و اگرش گفت که من بسیجی بودم تو یه دونه از این شهرستان ها و میخواستم خدمت سربازی برم. منو این آقا رو به من معرفی کردن، گفتن کارتو رو میتونه انجام بده. اون موقع هم این آقا هنوز مدیر کل هم نشده بوده، ولی کارمند اداره ارشاد بود، فرمانده پایگاه سپاه پاسداران بود و این سمت‌های مختلفی هم داشت، برادر شهید بود و اینا. که بعد میگه که من پیش ایشون رفتم و این کار من انجام داد، به من گفت که من کاری میکنم که دیگه شما از طریق مثلا سربازی به شهرهای یا استانهای جنوبی نرید، همینجا تو شهر رشت بتونید تو یه دونه از این پایگاه های محلی خدمت بکنید. که بعد این اتفاق افتاد و یک جورایی من رو شرمنده خودش رو در دین خودش قرار داد که کم کم این اتفاقات متاسفانه رخ داد. خب پس شما مطمئن هستید، یعنی از فکر میکنید که این ویدیو ویدیویی است که راستی آزمایی صورت گرفته و این فرد هم الان داره باش گویا برخورد میشه؟ گفتید که در اداره اطلاعات اداره کل اطلاعات استان گیلان هستند، ولی با افراد خانواده شما یا کسانی که با شما همکار هستن هم برخورد شده، درسته؟ بله با خواهر من و خواهرزاده های من که دیروز طرف های ساعت فکر کنم 11:30 بود که ریختن تو خونه شون و حالا موبایل ها و اون چیزهایی که بود و اسناد و مدارک و لپتاپ و اینا رو با خواهرم و خواهرزاده هم بردن برای اداره اطلاعات. البته اتفاق خاصی نیفتاد، ولی تا ساعت 12 شب اینها رو نگه داشتن و
بعد موبایلاشون رو گرفتند و اینها رو آزاد کردن، گفتن حالا موبایل ها رو بعد به شما خواهیم داد و اون اسناد و مدارک رو. متشکرم از شما آقای بهبودی. پیمان بهبودی، مدیر کانال تلگرامی رادیو گیلان. باید اضافه بکنم که این پرونده در مراحل ابتدایی است. مهدی خلجی، پژوهشگر ارشد مؤسسه واشنگتن برای سیاست خاورمیانه، هم از واشنگتن به برنامه پیوستند. آقای خلجی، مسائلی از این دست کم و بیش در گذشته مطرح شده، رسوایی های مالی بوده، رسوایی های جنسی بوده، سوء استفاده از قدرت بوده، ولی سر این یکی به نظر میاد که جامعه بسیار حساسیت نشون داده، بعضی ها یکی خوردن. دلیلش چیه به نظرتون؟ خب طبیعتا در موقعیتی هستیم که مسئله حجاب اجباری بیش از گذشته تبدیل به بحران شده و جامعه در برابرش حساس شده. ماها اعتراض عمومی و خیابانی داشتیم، ده ها قربانی داشتیم، هزاران زندانی داشتیم در چند ماه گذشته، که همه به خاطر اعتراض علیه حجاب اجباری و سیاست های تبعیض آمیز جنسیتی جمهوری اسلامی صورت گرفته. طبیعتا این بسیار شگفت انگیز هست برای عموم مردم که چطور حکومتی که مدعی عفاف و حجاب هست و برای او حتی قوانین شریعت و احکام دین رو زیر پا میگذاره و به هیچ قاعده و قانونی وفادار نیست و انواع و اقسام فشارها و آسیبها و اجبارها رو تحمیل میکنه بر مردم عادی، چطور چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنه. خب خیلی بعضی جاها در مورد قانون حرف زده شده توسط همین کسانی که در حکومت هستند. جالب هست که بعضی گفتن که حتی اگر این کار صورت گرفته باشه، جرم منتشر کنندگان اون بیشتره. بعضی هم از همین الان گفتن که این قضاوت‌های بیجا رو کنار بگذارین. در هر صورت ممکنه که در مورد این فرد قانون رعایت بشه؟ ببینید، دو تا مسئله رو از هم جدا بکنید. یکی اینکه این داستان این آقا و انتشار این فیلم به هیچ وجه هیچ قرینه و شاهد محکمی وجود نداره که داستان چی هست. ما خارج از دستگاه حکومتی و خارج از بدون داشتن هیچ گونه نهاد مستقل به هیچ وجه نمیتونیم سر در بیاریم که ماجرا چی هست. آیا این محصول رقابت‌های داخلی است در داخل حکومت؟ آیا قرار هست که این داستان ساخته بشه برای اینکه اذهان از چیزی به چیز دیگه منحرف بشه؟ به خاطر اینکه نه این فسادها، فسادهای مالی، فسادهای سیاسی، فسادهای اخلاقی، نه اینها اتفاقی و حاشیه‌ای هست در جمهوری اسلامی و نه انتشار اینها اتفاقیه. به هیچ وجه این داستانی که این آقایی که باش مصاحبه میکردید نمیتونه همه ماجرا باشه و باید این رو در نظر داشت که ما با یک سیستم بسیار پیچیده امنیتی هیولا وشی مواجه هستیم که انواع و اقسام حیله ها و ترفندها رو برای دستکاری افکار عمومی و برای به انحراف کشاندن نیروی قضاوت و داوری مردم به کار میبره. بنابراین ما نمیتونیم راجع به این مسئله هیچ گونه قضاوتی داشته باشیم که واقعیت ماجرا چه هست. اما وقتی که مربوط به درباره قانون صحبت میکنیم، فراموش نکنید که قانون در یک نظام دموکراتیک معناش، کارکردش، نقشش و در حقیقت ماهیتش متفاوت هست با قانون در یک نظام اقتدارگرا یا تمامیت‌خواه و غیر دموکراتیکی مثل جمهوری اسلامی. در جمهوری اسلامی شما قانون ندارید به معنای حقیقی، به دلیل اینکه قانون اولا سه تا شرط لازم هست برای اینکه شما یک نظام حقوقی حقیقی داشته باشید و بتونید به طور واقعی از قانون حرف بزنید. یک، اون نظام حقوقی باید در جهت تأمین خیر عمومی طراحی شده باشه و قوانینش وضع شده باشن. دو، مبنای قانونگذاری و مبنای اجرای قانون باید عدالت باشه. یعنی اون جمله معروف جورج اورول در رمان مزرعه حیوانات یادتون هست که میگه همه در پیشگاه قانون برابرن اما برخی برابرترن. اگر قرار باشه که برخی برابرتر باشن، پس دیگه قانونی وجود نداره و اس
از قانون اسم فقط هست و سوم مسئله آزادی است. یعنی اگر شما در یک نظام آزادی نداشته باشید از قانون نمیتونید سخن بگید. اون چه که ما در جمهوری اسلامی داریم به نام قانون در حقیقت ابزارها و شیوه هایی است برای به نام قانون برای تأمین قدرت مطلقه نظام حاکم. به عبارت دیگه ما به جای حاکمیت قانون که در نظام های دموکراتیک وجود داره حاکمیت با قانون در جمهوری اسلامی داریم. یعنی شما حکومت از قانون استفاده میکنه برای تثبیت، تحکیم و تداوم قدرتش و به محض اینکه فکر بکنه که قوانین اساسی و عادی کشور یا احکام شریعت میتونه نظام جمهوری اسلامی رو به خطر بندازه، اون احکام و قوانین رو به حالت تعلیق در میاره. بنابراین در جمهوری اسلامی قوانین معتبرند تا اطلاع رسانه. بله. به دلیل ماهیت سری و غیر علنی که شما هم بهش اشاره کردید که در جمهوری اسلامی خیلی هست به عنوان یک پدیده، اشاره هم کردید که خیلی نمیشه در مورد ابعاد زیادی از این حکم قطعی صادر کرد، ولی وقتی هر بار چیزی مثل این پیش میاد موضوع منش ریاکارانه خیلی از کارگزاران نظام مطرح میشه. چرا اینطوریه که کل تقریبا کل حکومت زیر سوال میره؟ ما میدونیم در خیلی از جاهای دیگه دنیا ممکنه که موارد مشابه پیش بیاد، ولی هیچ وقت کل دستگاه و کل سیستم زیر علامت سوال قرار نمیگیره. خب این اشتباه هست. شما اگر فکر کنید که جمهوری اسلامی ریا میکنه، هیچ وقت اینطور نیست. جمهوری اسلامی صادقانه و یعنی جزء فلسفه رسمی اعلام شدهش هست که مصلحت نظام و حفظ نظام از اوجب واجبات هست. آیت الله خمینی گفت برای حفظ نظام جمهوری اسلامی شما باید دروغ بگید، باید شراب بخورید. آقای خمینی گفت برای حفظ نظام شما می توانید نماز و روزه و حج رو تعطیل بکنید. یکی از و هواداران جمهوری اسلامی آیت الله آذری قمی گفت حتی برای حفظ نظام شما می توانید اصل توحید رو هم تعطیل بکنید. بنابراین هیچ گونه ریاکاری نیست. اون کسانی که فکر میکنن ریاکاری هست، اونها هنوز ظاهرا این فلسفه نظام جمهوری اسلامی رو نمیشناسن. ما در جمهوری اسلامی اصل مصلحت نظام رو داریم. مصلحت نظام نهادی نیست. یعنی شما مجمع تشخیص مصلحت نظام رو دارید که در حقیقت بازوی مشورتی رهبر هست و رهبر هر زمانی که تشخیص بده که اجرای یک قانون یا اجرای هر یک از احکام شریعت از نماز و روزه تا جهاد و حج و حدود و دیات می تواند به جمهوری اسلامی ضربه بزند، این حق قانونی رو بر نقض قانون داره. یعنی قانون اساسی جمهوری اسلامی حق قانونی نقض قانون رو به رهبر جمهوری اسلامی داده. بنابراین هیچ گونه ریاکاری نیست و کاملا همه چیز شفافه. سپاسگزارم از شما آقای خلجی. مهدی خلجی، پژوهشگر ارشد مؤسسه واشنگتن برای سیاست خاورمیانه.